در برنامه هفته کلیک رباتی خواهیم دید که ستاره دریایی شکار میکنه، از گردباد عظیمی میگیم که توی یک قوطی راه افتاد و نهایتاً از قطار جاذبه که به پت پت میفته. اینجا فلوریداست، ایالت آفتاب تابان و جایی که اولین اکوسیتی یا شهر پایدار آمریکا بنا شده. اسم اینجا بابکا برانچ، شهر کوچیکی که تقریبا تمام انرژیش رو از نور خورشید تامین میکنه. دما در این نقطه 33 درجه است و رطوبت بالایی هم داره. اینجا 343 هزار صفحه خورشیدی در حدود 180 هکتار زمین نصب شده و 75 مگاوات برق تولید میکنه. این مقدار برق برای 15 هزار خونه بسه. یکی از مشکلات انرژی خورشیدی اینه که وقتی که آسمون ابری بشه یا هوا تاریک بشه دیگه از تولید برق خبری نیست. تا همین اواخر نمیشد انرژی خورشیدی رو جای ذخیره کرد، اما الان میشه. این مجموعه که میبینید بزرگترین تأسیسات ذخیره انرژی خورشیدی آمریکاست. با این باتری ها میشه 40 مگاوات ساعت برق ذخیره کرد. 40 مگاوات برای مصرف 4 ساعت 2000 خانوار آمریکایی کافیه. البته باتری لیتیوم صرفاً یکی از راه‌های ذخیره انرژیه. راه‌های دیگه هم هست که قبلاً تو همین برنامه نشونتون دادیم. مثلا کوه برقی در ولز که آب رو در یک مخزن مرتفع نگه می‌داره و هر وقت لازم شد رها می‌کنه سمت دریاچه پایینی، یا غار هوا در سوئیس که توش رو پر از هوای فشرده می‌کنن و وقتی لازم شد همون هوا رو فوت می‌کنن به یک توربین. یک راه جدیدتر از اینها هم هست که توی کالیفرنیا دارن آزمایش می‌کنند. بعد از بحران نفت دهه 1970، کالیفرنیا تا میتونست در بخش انرژی بادی و خورشیدی سرمایه گذاری کرد. طبق تازه ترین مصوبات دولت ایالتی، تا سال 2030 میلادی باید 50% انرژی ایالت از منابع تجدید پذیر تامین بشه و همه ساختمون های نوساز باید ظرف 2 سال خورشیدی بشن. با مزه این که این ایالت از برنامه جلوه، انقدر که ناچار شدن به ایالت‌های همسایه پول بدن که مازاد انرژیشون رو براشون مصرف کنند. مشکل همونطور که پیشتر گفتیم ذخیره انرژی، شبکه توزیع برق برای انرژی فسیلی طراحی شده و راه حل‌های ذخیره انرژی مثل سدهای هیدروالکتریک هم کمند. باتری هم که کلاً برای محیط زیست بده، چون مازاد انرژی تجدیدپذیر رو در چیزی ذخیره می‌کنه که خودش چندان تجدیدپذیر نیست. اینجاست که شرکت ایریز با یک راه حل تازه وارد میشه. ایده اولیه ایریز این بود که یه جوری از انرژی لایزال و 100% مطمئن جاذبه یا گرانش استفاده کنیم. گرانش چیزیه که همیشه هست. لازم نیست نگران کمبود یا تموم شدنش باشیم. فقط سوال اینه که چجوری میتونیم به کمک گرانش انرژی ذخیره کنیم و هر وقت نیاز داشتیم ازش برداریم. یکی از بهترین راه‌های جابجایی جرم که آدمیزاد اختراع کرده و میلیاردها دلار هزینه کرده تا بهترش کنه راه آهنه. 150 سال تجربه در این شیوه خوابیده و از نظر بازدهی کم نظیره. چرخ فولادی روی ریل فولادی یکی از بهترین راه‌های جابجا کردن باره. اسم این قطار رو گذاشتن قطار گرانش یا جاذبه. قطار رو با نیروی برق میفرستن بالای تپه و هر وقت انرژی لازم داشتن قطار رو ول میکنن با جاذبه بیاد پایین و با ترمز قطار رو کند میکنن تا انرژی تولید بشه. تقریبا همون روشی که خودروهای دوگانه سوز مثل تویوتا پریوس کار میکنند. این قطار آزمایشی حدود 5 تن وزن داره. همین جوری که میره بالا در واقع انرژی ذخیره میکنه. تخمین طراح‌ها اینه که در عمل حدود 80% انرژی ذخیره شده رو بشه آزاد کرد، که طبعاً به خوبی سدهای عظیم نیست، ولی در عوض انرژی منفیش روی محیط زیست به مراتب کمتره. انرژی ذخیره شده حاصل ضرب وزن قطار و ارتفاعی که قطار بالا میره. فرمول ساده تر از این نمیشه. بنابراین هرچی وزن قطار بیشتر باشه و تپه بلندتر باشه انرژی بیشتری میشه ذخیره کرد. بهترین حالت اینه که تپه مرتفع داشته باشی با شیب کم، ولی مشتری هایی داشتیم که میگفتن ما فقط صخره داریم با شیب تند. در نتیجه ما هم یه نسخه دیگه از فناوری ایریس ساختیم که تقریبا عمودیه.
اکتبر امسال قرار اولین ایریز در ابعاد واقعی رو در ایالت نوادا راه اندازی کنند. کارکرد اصلی مجموعه رفع نوسانات در تولید برق که در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کاملا طبیعیه. Minute by minute, it will trim. کار قطار اینه که اختلاف بین بار روی شبکه و برق تولیدی در شبکه رو دقیقه به دقیقه خنثی کنه. یعنی ممکنه یه دقیقه بره بالا بعد 5 دقیقه بره پایین. مثل یک چرخ لنگ عظیم میمونه که نوسان رو کنترل میکنه که خروجی شبکه دقیقاً 60 هرتز باشه. ایریز هنوز اول راهه و هنوز در نوادا این ایده محک نخورده، ولی اگه جواب بده میتونه یکی از بزرگترین مشکلات بخش انرژی های تجدید پذیر رو حل کنه، یعنی مسئله تنظیم نوسانات طبیعی برق به شیوهی که به محیط زیست هم آسیب نزنه. تأسیساتی که نصب میکنیم بعد از 30-40 سال که انرژی ذخیره کرد به راحتی قابل برچیدنه. 96% کل قطعات یا جای دیگه به کار میاد یا بازیافت میشه. یعنی فقط 4% کل این تأسیسات دفن میشه که اون رو هم در تلاشیم کم کنیم. ضمن اینکه میشه کنار تأسیسات از گیاهای بومی اون منطقه کاشت که 6 ماه بعد اصلا متوجه نشی اونجا تأسیساتی بوده. و حالا برگردیم به بابکاپ و همراه بشیم با اسپنسر کلی که با یکی از مدیران شرکت سازنده شاتل های بدون راننده یا خودران صحبت کرده. میتونم حدس بزنم که انگیزتون از ساخت این وسایل نقلیه خودران چیه؟ میخواین مردم کمتر سوار ماشین بشن، درسته؟ دقیقاً. الان بیشتر خانواده‌ها تو آمریکا دو تا ماشین دارن. هدف ما اینه که به سمتی بریم که خانواده‌ها تک ماشینه باشن. یعنی یه ماشین برای رفت و آمد خانوادگی داشته باشی، ولی حداقل برای سر کار رفتن دیگه ماشین لازم نداری. سوار یکی از این شاتل‌ها یا خودروهای خودران میشی و به مرور زمان که البته خیلی وقت می‌بره، شاید به جایی برسیم که کسی ماشین نخواد. فکر میکنی دولت فعلی آمریکا این موضوع رو میفهمه؟ فکر میکنم میفهمن. دولت ها عمدتاً لخت و کندن، ولی فکر میکنم تو شهرهای بزرگ که ترافیک و آلودگی یه معضل جدیه، فناوری میتونه راه نجات باشه و فکر میکنم دولت ها دوست دارن به این حوزه کمک کنن که هرچه زودتر به بار بشینه. این تغییر رو الان هم میشه خیلی آروم دید. خیلی از شهرهای بزرگ برای مرکز شهر طرح ترافیک گذاشتن، یعنی با ماشین شخصی نمیتونی بری، تا یه جایی میتونی بری مثلا 5 کیلومتری مرکز شهر، بعد از اون به بعد با سرویس های خودران میتونی بری. ولی موضوع فقط ماشین خودران نیست. شهرک یا شهری که مثل اینجا پایدار باشه در مناطق سرد یا خیلی پر جمعیت دنیا چجوری میشه ساخت؟ درست میگین. این یه شهر منحصر به فرده، یعنی موقعیت ما بی همتاست که یه فضای بزرگ داریم. هر جایی نمیشه صدها هکتار زمین خالی پیدا کرد و خب بخش بزرگی از ماجرا همینه. بابکاک به جز سرویس های خودران تأسیسات آب و فاضلاب مخصوص هم داره. علاوه بر اینکه آب مصرفی رو دوباره جمع میکنن، میزان مصرف هم سقف داره. سقف خونه ها هم شیروانیه که حرارت رو برگردونه. اینجوری خونه ها 10% خنک‌تر میشن. باشگاه ورزشی شهرک هم سبزه. برق مصرفیش رو از تریدمیل های خود باشگاه میگیرن. یعنی ورزش نکنین برق باشگاه میره. بابکاک رو شبیه شهرهای قدیمی ساختن که آمریکایی‌های عادی رو هم جذب کنند. آدم‌هایی مثل ریچارد و رابین. ربات جارو برقی دارن. از اینا می‌بینم می‌خوام لهش کنم. یخچالشون قهوه درست می‌کنه. تنظیمش جوریه که هیچ وقت سرریز نمیشه. و البته یه ماشین برقی هم دارن. ریچارد خود فناوریه، از طرفدارای پروپاگاس و کلیک هم هست. همیشه وبلاگ های تکنولوژی رو میخونم. در مورد بابکاک که خوندم خیلی خوشم اومد. به نظرم این که در طراحی همه چی به محیط زیست و مصرف انرژی توجه شده خیلی خوبه. خونه قبلی ما تو آتلانتا نزدیک یه نیروگاه زغالسنگ بود که وحشتناک آلودگی تولید میکرد. همیشه میگفتم اینجا جای زندگی کردن نیست. اینجا آدم احساس گناه نداره. توی بریتانیا شهرهای کوچیک همه یه بخش مرکزی دارن که ماشین نمیره و مردم پیاده میرن. یه جور سبک زندگیه. اینجا هم ساختمون‌ها ممکنه شبیه خونه‌های قدیمی فلوریدا باشه. ولی جاذبه‌اش برای من همه این فناوری‌ها بود. اینترنت فیبر نوری 1 گیگاباتی. اینجور چیزا.
عاشق اینترنت پرسرعته. این هفته فیسبوک به دنبال ماجرای رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا به 500,000 پوند جریمه محکوم شد و پی بردیم که پروژه خودروهای خودران شرکت اپل تا چه حد عظیمه. در پی شکایتی به دادگاه که یک کارمند سابق شرکت اپل رو متهم به سرقت اسرار تجاری کرده بود، مشخص شد که 5,000 نفر از کارکنان این شرکت از این پروژه آگاه بودند. این غول گوشی‌های هوشمند در این مورد حسابی سکوت کرده. و برای اولین بار در جهان یک خانواده در فرانسه ساکن خونه‌ای شدند که با روش چاپ سه‌بعدی ساخته شده. این خونه سیمانی در شهر نانت تنها در 54 ساعت ساخته شد، اما دانشگاه و شورای شهر که پشت این پروژه هستند گمان می‌کنند که می‌تونن در آینده زمان ساختش رو به 33 ساعت کاهش بدن. دیوارهای منحنی این خونه رطوبت رو کم می‌کنه. هزینه ساخت این خونه 20% ارزان‌تر از روش‌های سنتیه. همچنین این هفته انویدیا مهارت‌های عکاسی خودش رو نشون داد. این شرکت با استفاده از یادگیری ژرف یا دیپ لرنینگ هوش مصنوعیش رو آموزش داده تا تصویرهای ناواضح و خراب رو فقط با دیدن نمونه‌ای از تصاویر خراب درست کنه. به این ترتیب احتمالاً بازسازی تصاویر ناواضح برای انویدیا کمی ساده‌تر خواهد شد. و خبر آخر، MIT یک ساز ویژه سفر فضایی طراحی کرده. نامش تلمترونه و زنگ‌هایی مجهز به ژیروسکوپ داره که بسته به اینکه چطور تکونشون بدید صدا تولید میکنه. این به فضا نوازندگان امکان میده که در محیطی با جاذبه صفر بنوازند. ولی صداش انگار شبیه صدای ذوب موتسارت در مایکروویو باشه. به زودی فصل طوفان در آمریکا آغاز میشه. در این فصل جنوب فلوریدا دوباره سیل میاد و زندگی ملت رو مختل میکنه. بیشتر این منطقه تنها 5 متر بالاتر از سطح دریاست و فرودگاه میامی فقط 1 متر. اگه پیشبینی دانشمندان درست باشه، حتی با تغییرات اقلیمی نچندان شدید تا سال 2100 میلادی بخش بزرگی از این منطقه میره زیر آب. بنابراین عجیب نیست که خیلی از پیشروترین پژوهش‌های مربوط به طوفان اینجا در دانشگاه میامی انجام میشه. این یک شبیه‌ساز طوفانه، یک مخزن شیشه‌ای 23 متری پر از آب. یک طرفش یک پنکه عظیم گذاشتن که روی سطح آب باد خیلی شدید تولید میکنه. هر جای دنیا رو میتونن شبیه‌سازی کنن. الان قرار یک طوفان درجه 5 بیاد. موتوری با توان 1500 اسب بخار باد تولید میکنه، 230 کیلومتر بر ساعت. باد و بارون و موج میکوبه به هر چی که بذارن توی مخزن. داخل مخزن تعدادی حسگر گذاشتن که رفتار موجها و اثراتشون رو روی ساختمونهای فلوریدا اندازه‌گیری میکنه. موضوع اینه که خود باد اونقدر تخریب نمیکنه که بالا اومدن آب. بیشتر خرابی و تلفات به خاطر آبیه که از دریا همراه با طوفان به خشکی میاد. وقتی طوفان درجه 5 میاد سطح آب 2 متر میاد بالا. تازه روش موجهای عظیم هم سواره و وزن این موجها واقعا وحشتناک. مسئله اصلی ما همینه، موجهایی که میکوبن به ساحل و ساختمونها و یک بار و دوبار هم نیست. در تمام مدت طوفان مدام میکوبن. حتی اگه طوفان کلاً 1 ساعت باشه آسیب شدید میزنه. یکی از نکاتی که اخیراً در آزمایشامون فهمیدیم اینه که در خیلی از سازه‌ها که از سطح زمین بالاتر ساخته شدن، تخریب اصلی موقع ایجاد میشه که موج هوا رو زیر بنا فشرده میکنه و مثل این میمونه که زیر ساختمون بمب منفجر کنه. خب بر این مبنا میشه طراحی سازه‌ها رو تغییر داد. با این شبیه‌سازها پدیده طبیعی رو بهتر درک می‌کنن و می‌تونن راهکارهایی بنویسن که چه جور سازه‌هایی در مقابل طوفان و سرریز شدن آب بهتر مقاومت می‌کنند. اگه هنگام طوفان زیر دریا باشید، یک همچین چیزی می‌بینید. هدف این گروه فقط این نیست که ساختمان‌های محکم‌تر بسازن. می‌خوان راه‌هایی پیدا کنن که جلوی ضرب موج رو پیش از اینکه به ساختمان‌ها بکوبه بگیرن. مثلا اینجا دارن تأثیر دیوارکشی جلوی خونه ها رو بررسی میکنند. و اینجا تأثیر چیزی که فکرش رو هم نمیتونید بکنید. مرجان.
ما بعضی از تحقیقاتی که جاهای دیگه دنیا انجام شده رو مطالعه کردیم. دیدیم وقتی موج از روی صخره‌های مرجانی میگذره، به طور متوسط 97% انرژیش رو از دست میده. البته این در شرایطیه که مرجان در سلامت کامل باشه و تاج مناسب و سطح کافی داشته باشه. اساساً موج اینجوریه که شما یه حرکت دایره‌ای شکل روی آب داری که باعث میشه لایه‌های زیری آب هم شبیه همین حرکت رو داشته باشن، حتی تا کف دریا. حالا هر چیزی که زیر آب این حرکت رو مختل کنه، به نوعی سرعت موج رو کم میکنه. مشکل اینجاست درست در دورانی که مرجان لازم داریم تا جلوی تغییرات اقلیمی رو بگیره، تغییرات اقلیمی داره مرجان ها رو نابود میکنه. مرجان مهمترین عنصری است که زیست بوم دریایی رو میسازه، مثل درخت در جنگل. اگه زیر آب مرجان نداشته باشی، مثل اینکه در جنگل درخت نداشته باشی، زیست بومی باقی نمیمونه. اما نکته اینجاست که مرجان ها بسیار حساسند. شاید کمتر گونه ای در این سیاره داشته باشیم که اینقدر به تغییرات اقلیمی حساس باشه. و دلیل این حساسیت فوق‌العاده به تغییرات اقلیمی اینه که مرجان ها در برابر کوچکترین تغییر دما به شدت آسیب پذیرند. اگر یک تابستان بیش از حد گرم بشه، مرجان ها سفید میشن. پدیده ایست که بهش میگیم رنگ پریدگی مرجانی. فرایند سفید شدن به این شکله که داخل بافت مرجان ها گیاهان تکسلولی ریزی هست که با مرجان همزیستی داره. وقتی دما بالا میره، این همزیستی خراب میشه و مرجان از خودش جلبک ساطع میکنه و سفید میشه یا رنگش میپره. اگر اون جلبک از دست رفته رو به شکلی به دست نیاره، از بیغذایی میمیره. اندرو بیکر 25 سال تلاش میکنه مرجان هایی ایجاد کنه که به افزایش دما مقاوم تر باشند. طی سالها پژوهش فهمیدیم که اگر در آزمایشگاه آمدن کاری کنیم که مرجان ها آروم آروم سفید بشن، میتونیم هولشون بدیم به سمتی که جلبک هاشون رو به جلبک هایی که دمای بالا رو بهتر تحمل میکنن تغییر بدن. چندین آزمایش در محیط آزمایشگاهی و تحت کنترل انجام دادیم و تازه میخوایم برای اولین بار در ابعاد کوچک در طبیعت آزمایش کنیم روی مرجان های میامی. کاری که می‌کنیم در واقع مقاومسازی تدریجی مرجان هاست، طوری که به مرور ترکیب جلبکیشون رو تغییر بدن به سمت جلبک‌هایی که در برابر حرارت مقاوم‌ترند. اینجوری اون پدیده رنگ پریدگی کمتر پیش بیاد و ممکنه دوام مرجان ها بیشتر بشه. به موازات تلاشی که برای پرورش مرجان های مقاوم می‌کنن، پروژه های دیگه‌ای در دنیا هست که از همین مرجان های موجود حفاظت می‌کنه. بریم سراغ یکی از این پروژه‌ها که در بزرگترین مجموعه مرجانی دنیا در حال اجراست. دیواره مرجانی بزرگ استرالیا، یکی از شگفتی‌های جهان. بزرگترین موجود زنده زمین که حدود 2500 کیلومتر درازاشه. اما هر لحظه ممکنه این بهشت زیر آب از بین بره به دست این موجود شاخدار. این گونه خاردار ستاره دریایی مرجان میخوره. از این موجودات همیشه اینجا بوده، اما اخیراً جمعیتشون خیلی زیاد شده. اول به خاطر تغییرات آب و هوا و دوم به خاطر آلودگی اقیانوس. خودم فکر میکنه ستاره دریایی موجود گوگولی مگولی بیازاره، ولی در مورد این گونه خاردار اینطور نیست. اولا که قشنگ نیستن، زشتن، تیغ دارن، هر کدوم 20-30 تا تیغ دارن. منتها بزرگترین ایرادشون اینه که هر کدوم روزی 1 متر مرجان میخورن و وقتی تعدادشون زیاد میشه میتونن به سرعت بافت مرجانی رو نابود کنن. کی نجاتشون میده؟ رنجر بات. بدون اینکه هدایت لازم داشته باشه زیر آب میچرخه، ستاره های دریایی رو پیدا میکنه و یه جور نمک کشنده بهشون میزنه. ربات ها برای تشخیص ستاره دریایی از یه الگوریتم هوش مصنوعی استفاده میکنن. وقتی شناسایی کردن حمله میکنن. سازنده های رنجر بات میگن دقتش 99.4% و هر چی بیشتر کار میکنه دقیق تر میشه. تا بوده اینجوری بوده که غواصا میرفتن زیر آب، مرجانا رو از نزدیک بررسی میکردن و میومدن بالا، مشاهده هاشون رو یادداشت میکردن. هم وقت میبرد هم پول. غواص روزی 3-4 ساعت بیشتر نمیتونه زیر آب باشه. شبها هم نمیتونه غواصی کنه. ولی رنجر بات میتونه تا روزی 8 ساعت زیر آب باشه. شبها هم کار میکنه. بعضی خطاهای انسانی که همه ما داریم رو هم نداره. یعنی مثل آدم نیست که چشمش به چیزی بخوره ولی با جریان آب کشیده شه و نره سراغش. اینکه رنجر بات ها شب هم کار میکنن خیلی نکته مهمیه. چون طبق شواهد موجود این جانوران خاردار شبها بیشتر میان بیرون. رنجر بات های جدید چراغ دارن، در نتیجه بعد از غروب هم میتونن کار کنن.
این رنجر بات ها هم حسگر حرکتی دارن، هم حسگر فشار، هم جی پی اس که بفهمن کجا دارن میرن. علاوه بر اینا دو تا کامپیوتر هم دارن که همزمان کار میکنه، یکی برای پردازش تصویر، یکی برای اینکه بفهمه داره کجا میره و مسیر رو تشخیص بده. اما برگ برنده رنجر بات 6 تا پله است که اطرافش نصب شده. با اینا هم جلو عقب میره، هم بالا پایین میره، هم چپ و راست میچرخه و از همه جالبتر از پهلو حرکت میکنه. یعنی اگه یه ستاره دریایی کنارش دید لازم نیست دور بزنه که بهش برسه، از پهلو میره و ترتیبش رو میده. تازه رنجر بات ها با هم همکاری هم میکنن. قشنگی رنجر بات اینه که میتونی چند تا رو با هم بفرستی تو آب. هر کدوم رو تو یک جهت میفرستیم. 500 متر میرن میان بالا. میدونیم هر کدوم چند تا ستاره دیدن. مثلا هیچی 10 تا. میفهمیم اونجا رو باید بگردیم. یعنی ظرف 20 دقیقه با تقریب خوبی میدونیم کجا باید تمرکز کنیم. هدف ما این نیست که آدما رو از میدون بدر کنیم. شاید هیچ وقت هم نتونیم این کارو بکنیم. ولی همین که ابزاری فراهم کنیم که نیروی انسانی کاراتر بشه کافیه. رنجر بات ها به جز گشت زدن توی مرجان ها کیفیت آب هم میسنجن. رنگ پریدگی مرجان ها رو هم اندازه میگیرن و خلاصه تصویری از زیر آب به دست میدن که قبلا نداشتیم. یکی از بزرگترین معضلات ما با دیواره مرجانی بزرگ اینه که اونقدر پهناوره که حد اکثر کسر کوچکی از اون چه زیر آب میگذره رو میدونیم. و خب بدون اطلاعات کافی نمیشه دقیق گفت چه خبره و چی داره میشه و وقت و انرژی و منابع و نیروی انسانی رو کجا باید استفاده کرد. البته کارایی رنجر بات هم مثل آدمیزاد وابسته به شرایط جویه. اگه موج باشه یا جریان آب تند باشه پرت میشه یه گوشه. نکته آخر این که با وجود همه ویژگی‌های مثبتشون نهایتاً کار این ربات‌ها هم قطره‌ای در اقیانوسه. دیواره مرجانی بزرگ از جهات مختلف در خطره. بنابراین یه راه حل ساده و قطعی که همه چی رو حل کنه نداریم. رنجر بات هم صرفاً یه قدم دیگه است که از ما در سطح بومی برمیاد. همزمان در سطح جهانی هم همه کشورها باید برای تغییرات اقلیمی چاره بیاندیشن. I'm Fox and I'd like to welcome you to Frantix. Frantix یک بازی جذاب، خوشگل و خوش رنگ و لعابه که میتونید با آدم‌هایی بازیش بکنید که اصلاً توی زندگیشون یک بار هم دست به کنسول نزدن. هر مهمونی که بیاد خونتون میتونه موبایلش رو وصل بکنه به عنوان کنترلر، بشینید با هم دیگه 3-4 نفری دور هم یه حال درست حسابی بکنید. واقعا اغراق نیست اگر بگم که 4 نسل میتونن بشینن با هم دیگه این بازی رو بازی بکنن. بازی به اندازه کافی ساده هست ولی در این حال انقدر جذابه که حتی آدمایی که تا حالا حرفه‌ای بازی نکردن رو جذب میکنه و پای بازی نگه میداره. این بازی از 14 تا بازی کوچیک درست شده. از مسابقه دو بامانه تور دو فرانس یا تور دو فرانتیکس، شطرنج بازی، صندلی بازی. اول هر بازی هم این آقا روباه میاد و همه چیزو بهتون یاد میده. بعضی وقتا هم یه تک زنگ به موبایلتون میزنه و با اون صدای دختر کشش یه مأموریت مخفی با یک جایزه بسیار خوب بهتون میده. افکت های صدا، انیمیشن و نوع طنزی که در این بازیه چیزی بود که این بازی رو برای من خاص کرد. این بازی جزء سرویس پلی لینک سونیه. پلی لینک سرویس جدید پلی استیشنه که تو میتونی از موبایل به عنوان کنترلر استفاده کنی ولی بازی رو از روی کنسول بازی کنی. به نظر من خیلی بازی سرگرم کننده و باحالیه. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی همیشگی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی این برنامه و برنامه‌های پیشین رو تماشا کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.